اینا این تشکلات این تو شما نگاه بکنید الان چند تشکل تا توی هم که دو ماه اخیر اعلام وجودت که اتحادیه بیکاران مدافع نمیدونم نمیدونم که کانون مدافعان کارگریاب نمیدونم سایت هفتپ مدافعان هفتپ یا چیزای دیگه طوری که خودم بهتر میدونید اینا اینا اگر کار درستی که دارن میکنن اخبار میفرستن لازمه که تمام نیرو توان و انرژیشون رو بذارن به سازماندهی مشخص کارگران تو محیط های کاری. به نظر من متاسفانه یه ذهنیتی مسلط بر بعضی از این فعالین کارگری خارج از محیط کاره که میخوان خودشونو مرجع کارگرا خودشونو بالای سر کارگرا قلمداد کنن و از این نظر به اصطلاح به کارگرا رو بخوان که به اینا بپیوندن. یعنی به نظر من هیچ فعال کارگری خارج از محیط کار اگر منتخب واقعی محیط کاری نباشه در نهایت کار به جایی نمیرسه. 3 سال گذشته 4 سال گذشته مشخص کرد وضعیت کمیته پیگیری و هماهنگی رو که به کجا منتهی شده. اینا به نظرم کارگرها لازمه که فعالین کارگری به طور واقعی ضمن کار اصولی که دارن میکنن یا اجدان و اخبار منتشر میکنن نیرو توان انرژیشون بذارن رو تشویق کردن کارگران تو محیط کار و بتونن کارگران در مراکز کاری مختلف سازماندهی کنن، تشویق کنن، تشکل به وجود بیارن و تشویق کنن متحد بشن، هماهنگ بشن، برای هماهنگی یه حرکت فرض کن 2 تا کارخونه تو سلنده است که میخوان اعتراض کنن جلو استاد داریم چرا نباید اینا هماهنگ باشن؟ ساعت 8 صبح 2 تاشون با هم بیان تو اعتراض کنن، چرا باید 1 صبح یکشون بعد از ظهر؟ مشکل اونه که اون ذهنیت هنوز کار میده، هنوز داره کار میکنه که خودشو میخواد به جای حرکت به جای نمایندگان کارگران قلم داد کنه، به جای نمایندگان کارگر بذاره. به نظر من فعال کارگری دقیقاً هوشیار نسبت به قضايا و از این آلترناتیو سازی ها دوری میکنن به طور واقعی، چون آلترناتیو واقعی نیست. منتخب کارگرا تو محیط مراکز کاری نیستن اینا. از این نظر من فکر میکنم زمینه که خبررسانی از طرف هیچ شکلاتی وضعیت کار درست اصولی و واقعا خسته نباشن فعال کارگری خارج از محیط کار، ولی هدف واقعیشون باید بذارن رو اون مسئله برای ایجاد تشکلات درون مراکز کاری. اگر راهی غیر از این بریم جز سردرگمی، جز به اصطلاح چیز، جز به اصطلاح ایجاد توهم بین کارگران، هیچ راهی هیچ حرکتی رو به پیش نمیبرن. به نظر من یکی از مسائل اساسی فعالیت جنبش کارگری در ایران یا خود کارگرها در ایران اتکای کارگران به نیروی خودشونه. درسته که حمایت‌های بین‌المللی تاثیرگذاره، درسته حمایت‌های بین‌المللی در یه حدی چیزه، ولی تا زمانی که کارگرا به نیروی خودشون پی نبرن، کارگرا متکی به نیروی خودشون نباشن، چشم امیدشون به حمایت دیگران بیرون نباشه، بیرون باشه، به نظر کار به جایی برده نمیشه. من بارها این مثال زدم و بازم عرض میکنم یه به اصطلاح حرکاتی توی جنبش کارگری داره شکل میگیره که لازمش اینه کارگرها با نفی اون، با نفی سکتاریزم، با نفی خود میوردنی برن به طرف سازماندهی کارگرها تو محیط کار و بتونن وحدت کارگرها رو به نمایش جمعی بذارن. هیچ راهی غیر از تشکل یابی کارگران تو محیط کار، تو شهر، تو یک استان و در سراسر کشور نیست. گسترش اعتراضات، مبارزات درست زیاده، ولی مجزاست. اینا رو باید سازماندهی کرد. راه سازماندهیش هم ایجاد تشکلات درون مراکز کاری. به نظر من رفیق یدالله، شما چند دقیقه در رابطه با اهمیت سازمانیابی و تشکلهای کارگری اینجا صحبت کردید. من میخوام ازتون بپرسم چرا اینقدر سازمانیابی کارگران و تشکلهای کارگری در پیشبرد مبارزات کارگران نقش داره؟ ببینید کارگر منفرد هیچه واقعا. یعنی 10 میلیون کارگر منفرد تو سراسر جامعه رها باشن هیچ کاری نمیتونن بکنن. یک کارگر واحد با 7000 تا 8000 تا اونن تو میلیون و تازه دیدیم چه سرسدایی را انداختن و چه وضعی به وجود من، چه سرکوبایی پیش اومد و چه کاری نکردن. بنابراین اساس حرکت کارگری،
کارگر تو زندگیش دو تا ابزار داره فقط. دو تا ابزار برای پیشبرد کارش داره. یکی تشکرشه، یکی احتسابه. هیچی دیگه نداره. صفر صفر صفر. هر کدوم از این دو ابزار کوچکترین خللی درش به وجود بیاد، کارگر همواره سرکوب خواهد شد. همواره زیر مهمیز سرمایه قرار داره و به وضعیت فعلی ناهنجار کنونی به شلاق زدن میرسه. شما نگاه بکن، تنها راه نجات اینه که کارگران متحد باشن. شما چندین بار گفتم چند تا چوب دونه دونه میشه شکست، ولی صد تا چوب نمیتونی خورد کنی با هم یه جا. بنابراین اتحاد کارگرها باعث پیش بوده تمام مسائل و تمام چیزاست. شما نگاه بکن، دارن کارگرها شلاق میزنن. من یادم نمیره 10 سال پیش اون آقای نمیدونم فلانی استاد دانشگاه توی آمریکا توی مصاحبه گفت راه رسیدن به جامعه آمریکا شلاق زدن کارگراست، گوش بریدن کارگراست. آقای کاظم علمداری استاد دانشگاه آمریکا، دکتر هم هست و مشاور دانشگاه ایران هم هست. به نظر من داره دست میزنه برای خودش. میگه خب خوب شد دارن کارگرها شلاق میزنن. بنابراین معلومه که بدون اتحاد، بدون یک پارچگی، بدون یک گردان رزمنده تو میدون کارگرها هیچن. تو مرحله انقلاب 57 کارگرها به خاطر عدم درک اساسی برای حرکت اصولی و درست خودشون و نرسیدن به یک وحدت تشکیلاتی سراسری، دنبال نداشتن یک وحدت تشکیلاتی سراسری به حزب سیاسیش، ناچار شد دنبال روز جریان غیر سیاسی میشه. دیدیم کیا آمدن سر کار با تعجب اینی که تمام فشار گرده کارگران بود. رفیق یادالله ببخشید، من فقط خواستم یه نکته ای رو بگم. ببینید از نظر خود شما، من نمیخوام شما رو زیاد خسته بکنم، منتها یه سوال دیگری لازم میبینم. شما هر نوع تشکلی رو برای طبقه کارگر پیشنهاد میکنین توی این مرحله؟ باید ویژگی های این تشکلهای کارگری چه باید باشه که بتونه در گسترش این مبارزات و گامی به پیش بردنش تأثیر داشته باشه؟ ببینید به نظر من اسم تشکل از نظر من شخصی من محتوای تشکل مهمه. محتوای تشکل باید تشکلی باشد مستقل از دولت، مستقل از تمام عوامل سرمایه در رژیم جمهوری اسلامی، مستقل از احزاب درونی جامعه، احزاب فعلی درونی درون جامعه و تمام افرادش، منتخبینش انتخاب کنن، کارگرها انتخاب کنن و اونا رو به جامعه معرفی بکنن و بتونن اونا رو هر گاه که خواستن بکشونن پایین. تشکلات مستقل کارگری منتخب فعالین کارگری هر محیط کار، هر شهر، هر استان و سطح کشوره. هیچ نیروی دیگه نبایستی به جای اینا بشینه، هیچ نیروی دیگه نبایستی به جای اینا تصمیم گیری کنه. تمام تصمیم گیری هاشون تو مجامع عمومیشون و از طریق منتخبشون پیش میره. هر موقع هم نخواستن منتخب بکشن پایین. به نظرم مجزا مستقل از دولت، مستقل از تمام نهادهای سرمایه داری و کارفرما، مستقل از تمام احزاب موجود تو جامعه، از مجموعات اساسی یه تشکل و فراگرایشی و فرانظریه و نمیتونی توی اتحادیه، توی تشکل، توی شورا، هر جای دیگه یه دری بذاری جلوش دیگه، هر که میخوا بیاد داخل مسلمان نباشه، سلطنت طلب نباشه، نمیدونم مجاهد نباشه، نمیدونم فلان نیرو سیاسی. بنابراین در برگیرنده تمام کارگرها با تمام گرایشات فکری و نظریشون و اونجا وحدت اقتصادی کارگرها است که پیش برنده حرکت کارگرها میشه. وحدتیه که به خاطر زندگی بهتره که کارگرها اونجا با هم میتونن هماهنگ و همگام حرکاتو به پیش ببرن. هیچ رای به نظر من بهتر از این نیست. نمود واقعی یه سازمان رزمنده فعلا تو جامعه سرمایه‌داری ایران میتونه این مختصاتی که عرض کردم داشته باشه.